امروز اومدیم با 8 سریال کره‌ای با بازی لی سو یون از دونگی تا کارمند جدید. سلام دوستان، اینجا فیلمولوژی، من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت می‌کنیم. اگه علاقه‌مند این محتوا این، سابسکرایب کانالیاتون نره، نوتیفیکیشن حتما بزنید تا از ویدئامون بی‌خبر نمونید. لی سو یون بازیگر 42 ساله کره‌ایه که برای مخاطب ایرانی بیشتر به خاطر بازی تو نقش منفی سریال دونگی شناخته شده است. اما برای خود کره‌ای‌ها اون سریال‌های بی‌یادماندنی زیاد دیگه‌ای هم داره که والس بهاری و سفر زمان دکتر جین از اون دسته سریال هستن. لی سو یون تو اکثر سریالای قدیمی ترش به عنوان نقش مکمل ظاهر شده و جالبه که تو خیلی از اونها هم کاراکتر منفی و شرور رو بازی کرده. اما استعداد و توانایی بازیگری اون باز شده که تو سالهای اخیرش نقش اصلی سریالهای زیادی رو به دست بیاره. تو این ویدیو یه فهرست از بهترین سریالهای کره‌ای با بازی لی سو یون رو با هم مرور می‌کنیم. 1. کارمند جدید 2005. کاراکتر اصلی این سریال مردی که بعد از مدت‌ها بیکاری برای درخواست استخدام به یک شرکت بزرگ میره. با اون که تو مصاحبه اصلا خوب ظاهر نمیشه، اما به لطف یک اشتباه کامپیوتری تو شرکت استخدام میشه. حالا اون یه کار رو به دست آورده که ظاهراً صلاحیت لازم برای اون رو نداره، اما پشت کار و روحیه بالای اون مسیر متفاوت و غیرمنتظره ای رو براش رقم میزنه. لی سو یون تو این سریال نقش یونا رو بازی میکنه، یکی از کارکنان نسبتاً بدجنس شرکت که دختر یکی از مدیرهای عالی رتبه اون شرکت هم هسته. 2. والس بهاری 2006. تو این سریال برای اولین بار لی سو یون با هان هیوجو هم بازی میشن. این دو نفر بعداً تو سریال دونگی هم دو تا نقش منفی و مثبت رو تو سریال بر عهده داشتن، بانو جانگ و دونگی. تو این سریال هم اونا مثل دونگی به شکلی درگیر یه رقابت عاشقانه میشن. داستان سریال درباره یه نوازنده ثروتمند پیانو به نام یون جه ها با بازی سئو یو یونگ که خانواده‌اش توی کودکیش رابطه تلخ و پیچیده‌ای با خانواده یونگ با بازی هان هیوجو داشتن. بعد از سال‌ها اونها دوباره همدیگر رو تو اتریش ملاقات میکنن و بدون اینکه همدیگر رو بشناسن مجذوب همدیگه میشن. لی سو یون تو این سریال نقش سونگ هینا رو بازی میکنه که یک مدیر موفق تو صنعت موسیقیه و علاقه زیادی به اون داره. 3. دونگی 2010. لی سو یون تو این سریال نقش بانو جانگ رو بازی میکنه که یک کاراکتر واقعی تو تاریخ کره بوده و به عنوان یکی از زیباترین زنهای کره تو دوران خودش شناخته میشه. بانو جانگ از طبقات پایین جامعه به قصر وارد شده و تونسته قلب امپراتور رو تصرف کنه و با اون ازدواج کنه. اون برای تثبیت جایگاه خودش یه دسیسه علیه ملکه اول دربار، ملکه این هیون، طراحی میکنه، اما دونگی با بازی هان هیوجو با هوشیاری خودش این دسیسه رو فاش میکنه. 4. سفر زمان دکتر جین 2012. دکتر جین یک جراح بسیار موفق تو کره امروزیه که یه شب یه اتفاق مرموز توی جنگل بیدار میشه و خودش رو توی دوره چوسان میبینه. حالا اون باید توی یک دوران کاملا متفاوت به حرفه پزشکی خودش ادامه بده، اون هم در حالی که امکانات اون زمان برای استفاده اون بسیار محدوده. اما کم کم کارهایی که اون تو زمان انجام میده باعث ایجاد تغییراتی تو مسیر تاریخ میشن. لی سو یون تو این سریال نقش یک گیسانگ یا یه زن هنرمند مرموز رو بازی میکنه که عاشق دکتر جین شده و خودش هم مثل دکتر جین راز عجیب رو پنهان میکنه. 5. قول 12 ساله 2014. لی سو یون تو این سریال نقش شخصیت اصلی یعنی جانگوک رو بازی میکنه. اون تو سال 2002 وارد رابطه عاشقانه ای با یوجوسو با بازی نامگونگ مین میشه، اما خانواده‌اش اونها رو از هم جدا میکنن. بعد از این اتفاق جانگوک کره رو ترک میکنه و به آمریکا میره و اسم خودش رو به جانگ دالره تغییر میده. 12 سال بعد اون دوباره یوجونسو رو ملاقات میکنه در حالی که اون جانگوک رو نمیشناسه و جانگونگ هم نمیخواد که اون متوجه هویت واقعیش بشه. 6. موهبت دریا 2019. لی سو یون تو این سریال نقش یه زن به اسم شیم چونگی رو بازی میکنه که از توانایی بینایی فوق‌العاده‌ای برخوردار و میتونه هزار رنگ مختلف رو به خوبی از هم تشخیص بده. اون با یه پیانیست به اسم ما پونگ دو آشنا میشه که برخلاف خودش اون دنیا رو کاملا سیاه‌سفید میبینه. رابطه اونها به تدریج به سمت یه عاشقانه پرشور میره و تو همین مسیر بعضی از رازهای خانوادگی مربوط به گذشته شون هم فاش میشه. 7. خانم مونت کریستو 2021. لی سو یون تو این سریال که از داستان کنت مونت کریستو الهام گرفته شده، رمان نویس معروف، کاراکتر اصلی سریال رو بازی میکنه. گون جو با بازی لی سو یون یک طراح
مده که همیشه میخواد اطرافیانش رو خوشحال کنه، اما دوستاش به اون خیانت میکنن و اون همه چیز رو از دست میده. اون قسم میخوره از تمام کسایی که باعث سقوطش شدن انتقام بگیره. 5 سال بعد اون با یه نام و هویت تازه به عنوان یه دختر سرمایه‌گذار هنگ‌کنگی برمیگرده تا انتقام خودش رو بگیره. 8 در کمال خونسردی 2024. این تازه ترین سریالیه که لیسو یون تو اون ایفا نقش کرده. داستان این سریال درباره دوتا خواهره که تو کودکی خودشون به خاطر طلاق والدینشون از هم جدا شدن. اونها 20 سال بعد دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن و یه رابطه پرتنش و شرورانه بین اونها شکل میگیره. لیسو یون تو این سریال نقش خواهر بزرگتر یعنی لیه وون رو بازی میکنه که حالا مدیریت یک بنیاد هنری رو بر عهده داره. امیدوارم که این لیست براتون جذاب بوده باشه. اگه سریالی از این لیست دیدین، حالا چه تو صدا سیما چه خودتون دنبالش کردین، حتما برامون دربارش کامنت بذارید. و اگه دنبال لیست های بیشتر اینطوری هستین، عاشق سریال کره این، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. فعلا خدا نگهدار.